این حتما رو میشه. تون تنها جوری که ما دیگر میتونیم در بیاریم که من بگم آقا یارو جر کرده، اونم که بیان چک کنم میگن من راست گفتم، من بیام نیویورک این یارو ازش مدکشو میگیرن. من نمیتونم با یه انسان این کارو کنم سر 500 هزار دلار پول. گفتم که زدم بابام، گفتم بابا اینجوری شاستان، اوکی بفروشیمش بی خیال شیم. بابام گفت شور بفروشش، فروختم. بعد این مادر قبر رو 5 سال بعد دیدم، بهش میگم فلان، میگه یادم نمیاد خونه الان تو لنگی یک خورده ایه. میگم چقدر آخه آدمو باید قد نشناس باشن. حالا اگه من یه 5 دلاری از این قرض گرفته بودم تو 4 سالگی یادش بود، ولی اینی که به من 1,000,000 دلار ضرر زده با احمقیتش، من آپشن داشتم با جعل بکوبمش. تو اصلا قضیه جعل و ول کن. تو اگر که یه نفری بهش یه چیزی رو اینستراکت کردی و اون کار دیگه رو نکره، اون آدم واقعا دیزرو میکنه که لایسنس واسه یه مدت دست بده. تو اصلا میدونی حق ولی من نمیخواستم من کازش باشم. نه میدونم آخه تو کازش نبودی، خودش کازش بوده. میفهمم، ولی من میتونستم کنش رو جمع کنم. بعد اصلا کسی میشه کنش رو جمع کنم. اصلا میتونستی امضا نکنی، یعنی تو میتونستی تو قرارداد تو محضر نری، اونم میتونست بهت بگه. تو آفر رو امضا کردی دیگه، میتونستی محضر نری. من میگم آدم بیشور بود، یه شور داشت که راه اولش چون اگه من اولش بهش نگفته بودم بگم حالا بیا یه کاری کنیم، من بهش گفتم آقا یه سابجکت بذار که ما بتونیم در بیایم. تو اصلا تو بعد همون لحظه محضر نمیرفتی، بعدش برمیگشتم میگفتن اوکی تو محضر نیومدی، مثلا بعد 20,000 دلار جریمه بدی. 20,000 دلار جریمه میذاشی رو بیمه این آدم، میذاشی رو بیمهش، بیمهش 20 رو بهت میداد، خودش هم لایسنس از دست نمیداد. یعنی اصلا این کارهای زیادی میتونستی بکنی. یه خیلی بسیار بگم، مثلا خیلی باحالی که داشتم فکر میکردم این بود که ماها خیلی چیزها رو یاد میگیریم، مثلا چیزها رو زندگی یاد میگیریم، ولی قوانین رو کامل یاد نمیگیریم. زندگی به نظر من بیزنس اینه که قوانین یه چیزی رو انقدر قوی مسلط یاد بگیری که بتونی با اونا بازی بکنی تا بتونی برنده بشی. مثلا تفاوت دو نفری که ماشین میرونن چیه؟ یکیشون میره میشه فرمولا 1 درایور، یکیش مثلا توی کوچه هم تصادف میکنه. چرا؟ اون انقدر رفته توی رانندگی و مسلط شده به این فهم، یعنی رفته ته رانندگی و قوانین ماشین رو فهمیده، قوانین چرخش رو فهمیده، قوانین کلاج رو فهمیده، ترمز رو فهمیده، دستی رو فهمیده، همه اینا رو که فهمیده تو ذهنش سینک شده و هم دیگه وصل شدن، بعد دیگه میتونه وسط دو سال رانندگی کنه، یه گپ انقدری هم لایه بکشه بره. یا مثلا دو نفری که شطرنج بازی میکنن، قانون شطرنج یکیه، من و تو شطرنج بازی کنیم، تو هم همون قانون رو رعایت میکنی، من هم همون قانون رو رعایت میکنم، ولی اگه مثلا من 10 سال تجربه شطرنج داشته باشم میتره کنمت Every time یعنی امکان نداره بتونی بیای چیز بکنی. حالا بیزنس و قوانین ریل استیت و قوانین بانکی و قوانین مالیاتی، به نظر من توی هر کشوری به غیر از ایران باشی، قوانین مالیاتی، قوانین بانکی، قوانین حالا اگه ریل استیت یا بیزنس دوست داری، بیزنسی یا ریل استیت، اون اوکی میگیره واسه نگران نباش. خب نه من اوسیدیم که این کرده بود اینا رو واسه من همینطوریه. اینا من پیچش یه چیز شده شد. کدوم پیچش هست؟ این پیچشی که اینجا اینه، این در میاد. آها آره نه داستانش درستش. خب میدونی که این میکروفون هم که میکروفونی که مایکل جکسون آلبومش رو تو این خونه، آلبوم تریلرش رو. من همین دارم. آره خیلی باحال. بعدش من اینو دارم ولی استفاده نمیکنم دیگه، رفتم تو رود، رود راحت تر میگیره، یعنی به نظر من خوش تر میگرفت. میگم خیلی باحال، من سویچ کردم. آره خیلی بم میگیره این صدا، یعنی خیلی قوی میگیره صدا، قدرتش زیاده. حالا با چیزی که داشتم میگفتم فهمید، واسه همین باید قوانین رو سعی کنیم یاد بگیریم. مثلا من اگه الان توی کارم میام یه سری چیزا رو انجام میدم که واسه بعضیا میگن واو چجوری تو رفتی مثلا این زمینه رو خریدی الان، خب مثلا یه قوانین استفاده کردم که اینو واسه من خیلی راحت کرد که اگه تو هم بیای اونا رو استفاده بکنی واسه هر کسی پاسیبل. ولی خب چون نمیدونن که چی کار میتونن بکنن، خب اونا یعنی ببین درسته که میگن خب واسه آدم پول میاره، همه اینا هم هستش درسته، ولی تو نالجت از همه چی بیشتر میتونه واسه پول در بیاره. نالج و کانکشن دو تا خیلی مهمتر از پوله. دقیقاً. یعنی من دفعه پیش باهات صحبت کردم، گفتم که اون خونه‌ای که خریدم که پولش از خود فروشنده گرفتم، اون یه راهیه که خب خیلی‌ها نمیدونن. این تکنیکی 33 میلیون نفر آدم میتونن کار پوریا رو بکنن. ولی پوریا کار من رو بکنن.
میدونی؟ واسه همین اون قوانین رو باید یاد گرفت که بتونیم از اون استفاده کنیم. از اون این خیلی خیلی مهمیه توی بیزنس. این حرفت کاملا درسته. ولی میگم خب این در واقع تو داستان من حواستون باشه ریلتور خوب بگیرید. من فقط چون رفیقم بود بهش میخواستم حال بدم گرفتم و دهنم سرویس کرد. ولی اگه آدم با تجربه بود اصلا من زمزم هم نیویورک هم گفت خب نمیتونی یارو امضا کنه. یکی از اشتباهای دیگه که مردم میکنن مثلا طرف برمیگره میگه ببین پسر خاله بابام الان لایسنس شده ما باید خونمون رو با اون بخریم. میگم خب لایسنس چقدر چند وقت تجربه ده؟ 3 ماهه که ریلتور شده. میگم تو میخوای بری بزرگترین سرمایه زندگی خواستن خونه معمولا واسه بیشتر آدما 95% آدما خونهشون گرونترین استیه که دارن دیگه. میگم تو میخوای بری گرونترین استیه تو بذاری زیر دست یه کسی که 3 ماه اومده تو این کار. من گذاشتم پری دیگه 1,000,000 دلار الان میتونه کش اونجا باشه دقیقا. نه 1,000,000 دلار میتونه اونجا نشسته باشه به علاوه اینکه داره ماهی بهم 4,000 دلار پول میداد. دقیقا. یعنی ببین چی از من گرفته رفیقمون و یادش نیست مادر هرزه به خود وقتی گفت شروع کم سر همین فاصله داد میزنم سرشا گفتم آه. دارم داد میزنم سرت چون نمیخوام یادت بره مادر قبل زن... گایدی رفیقتو به یاد رفته چجوری میشه یادم هرزه باشه. پوریا من 20 سالمه به نظرت چه چیزایی بهتره روش سرمایه گذاری کنم و پول تزریق کنم بهت با هدف مهاجرت بهش با هدف مهاجرت چه چیزایی باید پول بذارم کسایی که میخوام مهاجرت بکنن؟ فقط تو بیت کوین و ایتریوم بذاره. نه اصلا خب حالا اون دوسه سرمایه گذاریه دیگه درست چه چیزایی بهترشون سرمایه گذاری کنم. آره سرمایه گذاری به نظر اون دیگه چون تو ایران تو به هیچ دسترسی نداری استاک نمیتونی بخری استاک ایران که خوش مسخره است طلا آوردن اینارش سخته خوره میکنه تو فرودگاه اذیتت کنن بیت کوین بهترین تو تلفن تو هواست. آره دیگه اینجا میخوای بیاری داره گرو میکنه. ببین همین کانسپتی که الان پوریا گفت که بگی بری تو بانک بگی 200,000 دلار میخوام بهت نمیدن این خیلی فکت بزرگیه و چیزی توجه باید داشته باشی که دنیا حالا خال کن میخوای نکن دنیا رو پولدارا میچرخونن و الان پولدارا دارن با این موضوع ناراحتن که یارو مثلا یهو یه دونه چیزی نمیخواد 1,000,000 دلار کش نداره نمیتونه وقتی تو حسابش مثلا میگه 80,000,000 دلار کش داره نمیتونه 1,000,000 دلار پول بگیره بعد 50 تا جواب بده و فلان و بسار یه خورده اذیته. ولی اگه تو تلفنت باشه اینجوری میکنی میزنی میره. واسه همین شک نکن توی آینده تمام پولدارا بیت کوین رو خواهند داشت و به خاطر همین تمام قانون ها خواهد قبولش کرد تمام بانک ها شروع میکنن اکسپت کردنش همین الان که مثلا نمیدونم خیلی جا اکسپتش میکنن اصلا دیگه تو کمپانی که استاک میخرن مثلا این فیدلیتی شروع کرده اینوست کردن توش مثلا فاند بیت کوین اومده همین دارم بهت میگم واسه همین ایندکس بیت کوین اومده. چرا واسه چی اومده؟ بخوام تماش به خاطر خلافکاری که توهم دارین باش مواد میفروختن نیست به خاطر آدمای پولداره که یارو میخواد میگه معلوم واسه بچه‌م میخوام 80 میلیون بفرستم تو فرانسه واسه کنترله که پول خود دست خودت باشه به خاطر اینکه آره. هر جوری هم فکر بکنی دولت ها آخر سرش به فکر خودشونن دیگه. آره دقیقاً چون تو هیچ جوری نمیتونی پول دور بزنی به خاطر کجا باشی ایران باشی کانادا باشی هر جایی باشی مدلش فرق میکنه فقط. ببین تو هیستوری دنیا هیچ وقت هیچ سیستمی نبوده که تو بتونی پول دور بزنی از دولت بکشی بیرون دقیقا. تا الان امروز ما داریم اول جنریشن هستیم داریم اینو اکسپریانس میکنیم واسه همین احمق باید باشه این نفر فکر کنه این نمیتونه بره. مثلا 2000 مردم مسخره میکردن آنلاین میخواستم چیز بفروشم. آره دیگه خب موقع خاطر اینکه اصلا چیزم نبود اون موقع فکر کنم 20 سال پیش حتی پیپل هم نبود. پیپل اومد 1 سالش بود اینه که پیپل کی درست کرده ایلان ماسک. آره البته نه پیپل ایلان ماسک x.com رو درست میکنه یه آقای دیگه پیپل رو درست میکنه بعد ایلان ماسک میخواسته یه دونه بانک آنلاین کامل درست کنه که همه کار کنه. پیپل نمیخواسته پیپل فقط میخواسته که تو بتونی دوستا به دوستا به هم پول بدین درست. بعد پیپل موفق تر میشه x.com رو میفروشه میاد اینوست میکنه تو پیپل. خود ایلان ماسک هم میگه که من میگفتم همه چی و اون کسی که بود گفت نه ما فقط میخواییم باشیم و حرف اون درست بود. درست. خب اگه پول خرید خونه داشتیم سال اول مهاجرت خونه بخریم یا اجاره کنیم؟ شما بخرید معلومه که باید بخری دیگه 100%. میگم بهترین زمان برای خرید خونه که امروز دیروز نه 10 سال پیش نه میگن دیروز یعنی تو مثلا طرفت میگه که بخریم و دیروز من درختو شنیدی؟ درخت؟ میگن درخت داری؟ نه میگن بهترین تایمی که درختو بکاری کیه 10 سال پیش. آره دیگه دومین بهترین تایمی که درختو بکاری که امروز. آره دقیقا خیلی مثال قویه میگن که
بهترین خوشحالترین روزایی که زندگی وقتی که بوت داری که روزی که میخری یا میفروشیش روزی که میخری روزی که میفروش دقیقاً. خب سوال یه سوال دیگه ازت بپرسم، بعدش اون 10 میلیون رو یکی انتخاب کنیم بهش بدیم. سوال بعدی، دو تا عشق دمتون گرم، مرسی. این دو تا عشق فیلتره که باید آینده بیزنس رو اینکه ولش کن، صندوق S&P رو ترجیح میدید یا تک اینفورمیشنی که توضیح دادیم S&P 500؟ ادوایس هایی که به خود 20 سالتون میکردید و خوبه که ما انجام بدیم، سیف کن داداش، هر چی که میتونی سیف کن، الکی خرج نکن، دوست دختر نگیر، دقیقاً با دوستاتون شراکت نکن. نه شراکت درست بکن. چرا اتفاقا شراکتی که این میگه رو بکن، میگه کمکش کن چیزی نخواه، این شراکت نیستش. نه شراکت دو طرفه است، یعنی که یه چیزی باشه که دو طرفه باشه. تو اگه یه کاری رو میکنی بدونی اونم داره یه چیزی رو میاره رو میز، مثلا اگه با یکی هستی که تو کار رو بلدی اون پول داره، تو کار رو میاری اون پول رو میاره، تو نیستی که تو کار کنی اونم بشینه خونه. آره. هر کسی یه چیزی میاره و اونو باید معیار ولیوش و ارزشش رو با هم دیگه ببینین و ارزش هایی که میارین یکی باشه. در زمانی که اون یه نفر ارزش ها رو نمیاره باید جدا شه. اوکی درست، کاملا درست. چه سنی برای مهاجرت بهتره؟ اگه بشه هیچ وقت واقعا، ولی خب فکر کنم من پرسونالی بهترین سال مهاجرت کردم. 17 بسته. 15 که دیگه بودم دیگه. ببین بهترینه، چرا؟ چون الان فارسی واسه بمب حرف میزنم، همه کار دوستام مدرسه ایران رفتم، همه چیزایی که تو بچه‌ها بوده، نمیدونم زرنگیایی که میکردن، استریت اسمارتی ایرانو گرفتم، اومدم اینجا و رفتم اینجا مثلا تازه کانادایی شده، یعنی میدونی داره. واسه همین فکر کنم بهترین سال 15 16. آره من خواهم 17 اومدم. من فکر میکنم 17 بهترین بود. دقیقا. چون که میگفتم بچگیمو تو ایران کردم، عدالتیمو اینور کردم. دقیقا. چون ایران خیلی فان بود. مثلا توپ پلاستیکی سلایه میکردیم، میرفتیم زیر ماشین اینجوری میزدیم میومد بیرون. ما دلار میگم بچه پولدار سلایه میکرد. سلایه میکردی شوت نمیتونستی با درد میگرفت. تو ایران موفق شدن فرق داره، اگه داره بگو. تو ایران و هیچ جای دنیا فرق، من اینو یه بار گفتم، به نظر من موفق شد تنها فرقی که ایران با کانادا داره اینه که ایران واحدش تومنه، کانادا واحدش دلار. یعنی تو هر چقدر پول تومن در بیاری، درسته که خیلی ضعیفتر کمتر پول در میاری، ولی موفقیت شخصیت هیچ فرقی نمیکنه. انسانهای خیلی موفقی تو ایران هستن که میان اینجا یه خونه میخرن تو وستوند 10 میلیون دلار کش، که خود کاناداییه که 60 ساله اینجا نمیتونه بخره، مهندس و دکتر. دقیقاً طرفم فکر نکن که مثلا یه پولی خورده یا مثلا تو دولت بوده یا هر چیزی، نه آدمای درست حسابی. ولی اینو درست میگی، همه ایرانی هر کی میبینن پول داره میگن آقا زاده است. این فکر اشتباهی داده، این کار نکنید. اونایی که فکرشون کوچیکه همچین چیزی به یکی دیگه میبندن. یه چیز دیگه هم میخوام بگم، یه سری بچه ها حالا از حد زدبازی شروع شد به همه آدم ها مالیده، کسایی که مثلا دنیان مهسا امینی و سیچوشنه که اتفاق افتاد حرفی نمیزدن، خیلی میومدن به همه کلید میکنن که اگه حرف نمیزنی تو با دولتی، یا حتی بعضی مثلا میواد یکی مثلا حرف خوب میزنه، مثلا میگفتش که آقا اگه توی کانادا هم بریزین تو خیابون فلان فلان بکنی، بعد در حد امکان داره دولت تیر بزنه، تو آمریکا که مثلا میزنه، دیدیم که فلانی کشونو کشونو کشون کاری نداره، جورج فلوید کش. واسه همین مثلا اینو میگه، بعد یو همه اتکش میکنن، میگن تو مثلا با فلانی، تو نمیدونم اسمشو نمیخوام بگم، ولی با مثلا دولت تو این حرف هستی. بعد من خواستم بگم آقا اینجوری فکر نکنین، اینو نگین، چون شما باید خود آدم باید شروعش رو ببره بالا. آدم ها تو سیچویشن متفاوت گیر میکنن. منم اگه ایران بودم میخواستم تو یوتیوب باشم، بعد یه روز در رو باز میکنم ستا بسیجی میرن خفتم میکردن میبردن من درست چیز میخوامدم، مطمئن باش من ویدیو درست میکنم. بعد چه لطفا نمازتون رو بخونین، به حرف من هم گوش بدین. ببینم که خب بالاخره دیدی که آخر سرش مجبور شد اومد یه سری ویدیو درست کرد که ولش یعنی میگم این بچه بفهمید بعضی ویدیو حقیقت نداره، نکنید. خب دیگه بالاخره یک مقدار کالچر ما ایرانی ها کالچر خیلی سختیه. ببین ایرانی ها فکر میکنن همه چیزو خیلی خوب میدونن خودشون و کارشون درسته و هیچ کس دیگه قبول ندارن. و خب obviously تو ایران هم انقدر الان خب کلاهبرداری اینا زیاد شده، اون اعتماد آدم به آدم کمه خیلی. واسه همه حتی کسایی که تازه از ایران میان اینجا میخوان مثلا یه کاری بکنن، خریدی بکنن، سرمایه گذاری بکنن، طرف باید کلی باهاش صحبت کنی تا مثلا یک مقدار بیاد اطمینانش جلب بشه دیگه، میدونی. این چیزی که به نظر من خیلی زمان میبره تا بخواد درست بشه و با این سیستمی که ایران داره جلو میره درست نمیشه همچین چیزی. بعد اینکه انقدر فشار روی مردم زیاد داره، بیشتر داره میشه و بی قانونی زیاده که یه سری هم ازش سوء استفاده میکنن دیگه.
کاملا درست. چقدر طول میکشه دوباره به این ثروت برسی؟ چقدر دوباره طول میکشه؟ هرچی که تکنولوژی و زمان به نظر من میره جلوتر، سریعتر میتونی به چیزی که میخوای برسی. و الان من پرسنالی خودم میگم اگه به یه ثروتی رسیدم، مطمئنم تا 2 سال آینده اندازه 10 سال گذشتم دوباره پول در میارم. یعنی الان یه سیستمی شده که تساعدی شده دیگه. یعنی الان هر چقدر در آورده باشم 2 سال دیگه بیشتر از اون که کلن در آوردم، بعد از اون مثلا 1 سال بعدش اندازه کل قبل اون در میاری. میدونی اگه سیستمتو درست ساخته باشی. ولی اگه همه چیزمو ازم بگیرن، نمیدونم که دوباره میتونم، یعنی نمیدونم که به چه ثروتی میرسم، ولی میدونم که آدم موفقی دوباره میشم. درست. بهترین روش برای مهاجرت به کانادا. من یه ویدیو دارم با وکیل پس فردا دارم میاد بیرون، واسه همین حتما با تایم ریلیس این ویدیو اومده بهمون نگاه کنید. یه دوست دارم که باباش وکیل مهاجرت بوده، خودش هم وکیل مهاجرت شده، هم تو کانادا هم تو ایران هم تو آمریکا آفیس دارن. منم یکی از دوستای خیلی خوبم وکیل مهاجرته که کارش هم خیلی درسته. حالا من اونو آوردم مصاحبه کردم، ازش همه سوالا رو پرسیدم. پرفکت. بچه‌ها مثلا شاید 1000 تا سوال فرستاده بودن، من مثلا 80 تاش پرسیدم. خیلی عالی. پرفکت. در رابطه با بازاریابی مذاکره با مشتری چند تا نکته بگید. این سوال خیلی طولانیه الان. نه خیلی تکنیکاله. آره، خیلی تکنیکاله. هر چیز با هر چیز فرق داره. رابطه کاری خوب بسازیم. چجوری رابطه کاری خوب بسازیم؟ با دقیقاً مثل رابطه کاریت میوه چجوری باشه، بعد مثل شریک باشه. یعنی همونطوری که یه شریک میگرفتی چجوری رفتار باش میکردی، حالا فکر کنم اون طرف شریکت نیست ولی رابطه کاری تو باید همونطوری باش دوره داشته باشی. یعنی با رئیسه؟ نه، رابطه کاری مثلا با یه بیزنسمن دیگه. مثلا تو یه بیزنس خودتو داری، حالا نمیدونم منظورش بیزنس با بیزنس بود یا مثلا رابطه کاری توی دفتر بود یا مثلا نمیدونم کدوم بود، ولی اگه مثلا بیزنس با بیزنس بود، مثلا تو یه دونه مغازه‌ای داشتی که بعد با 4 نفر دیگه کار میکردی، فکر کنم اونا هم شریکاتن. یعنی جوری رفتار بکن که دوست داری خودت هم باشی همونطوری رفتار بشه. خب بعد اگه مثلا تو این کارو کنی بعد بفهمی همون آدم میمونن درت چیکار بکنی؟ نه دیگه، اونها خب اونها آدمای درستی نیستن، رابطه کات میکنی دیگه. آخه معمولا بیزنسمن آدمای درستی نیستن. نه، همچین چیزی درست نیست. چرا دیگه؟ چون مثلا میگم وقتی میری به یارو میگی این پرتقالو من چند میدی، میگی 3 دلار کمتر نمیتونم، ولی خودش میدونه دیروز به نفر 2 دلار فروخته. اون بهت اون آدم بدی نیست، اون داره بهت آپ فرانت میگه که من کمتر از این نمیتونم. خب نمیفهم، حالا بیزنسمنی بهش بگو. واسه همین اگه فقط به بیزنس فکر کنی، بیزنسمن خوبه بعد دیگه نداریم، بیزنسمنه. یعنی میدونی چی میگم؟ درسته. یعنی آدم خوبه بعد نمیتونی بگی، چون اون بیزنس این کارو باهات میکنه دیگه. فقط داره بیزنس فکر میکنه دیگه. من میگم بیزنس نمیذاره تو خیلی خوبی کنی. اینو چیکار باید بکنیم از نظر تو؟ من بیزنس اگه کمکت میکنه. من همیشه آنست بودم شخصا. من همیشه با کسی که تو بیزنسه که مثلا با کسی بودم، من خیلی آنست بودم. من یه یارو بود داستانش جالبه، جوهر میفروخت توی آمریکا. بعد من دوباره یه کسی بودم که مثلا من جوهر بیاره، بعد اگه من جوهرم کم میشه از اونها بکاپ بگیرم. بعد به یارو مثلا زنگ زدم جوهر 1 تا 3 چنده؟ گفتش مثلا 2 دلار. گفتم من بهت حاضرم 35 سنت بدم. بعد دو دیوانه بدم 2 دلار. گفتم من میدونم اینا تو میخری 28 سنت. خب من خودم این کارم، من به تو دارم نزدیک 15 سنت سود میدم، داستانش هم اینه. واسه همین تو 15% سود بدی نیست، به جای اینکه جنست بمونه. تو میدونی اینا روشون اکسپایری دیت میخوره، واسه همین هرچی زودتر بخری خب به نفعت فرشترن. اگه به من بفروشی، من از تو میخرم، از تو بخرم تو فروشت میره بالاتر، تو بیشتر از کارخونه میخری، تو اندام میکنی شاید بتونی بخری 27 سنت 26 سنت. تو واسه تو سود داره، واسه منم سود داره، واسه هیچکی ضرر نداره. اگه تو به من بگی 36 سنت من با تو بیزنس نمیکنم. بعد گفت اوکی، شروع که من فروختم. من یه روز مثلا 2 سال بشه مسیج زدم که میشه قیمت رو همه چی واسه من یه اکسل درست کنی واسه من بفرستی که داشته باشم و میخوام مثلا روش یه کاری بکنم. من ریپلای کرد من هیچ وقت قیمت هایی که دارم به تو رو میدم و توی کاغذ وارد نمی کنم. خب دیگه اون مثلا، خب بخاطر اینکه تو داشتی ازش زیاد می‌خرید، اون یه چیز رابطه بیزنسی با تو ساخت، اون آدم بدی نبود. نمیگم یه مثال بود واسه رابطه دیگه. تو اومدی از یه چیزی که تجربه داشتی استفاده کردی، یه چیزی رو جنس ارزان‌تر گرفتی، به اون طرف هم گفتی بعدا obviously مثلا تو حتی همین الان پاشی بری یه دونه لامبورگینی بخوای بخری، قیمتی که به تو میدن میگم به یکی دیگه نگو. حتی اگه می‌خوای بری آپارتمان بخری پیش خرید کنی، میگن اینکه تو خریدی و به کسی دیگه نگو. میدونی؟ قانون بیزنس دیگه، نمیتونی بیا اون کارو بکنی دیگه. آقا بیا بریم تو یوتیوب یه دیگه نفر انتخاب کنیم. بریم. یه سوال بودش که از اتاق فرمان خواسته بودن. خب سوال این بود که
راجع به بیزنس های آنلاین و اینکه شما که خیلی بیزنس آنلاین انجام دادی بهش میگه چه پرادکت هایی انتخاب بکنن، هم آینده بهتری داره هم پول بیشتر میتونن در بیارن. خب من اینو خیلی سریع توضیح میدم چون که یه سوالی که من تا 8 ساعت راجعش حرف بزنم و بازم کم گفتم، واسه همین فقط یه کوچیک میگم. ببین من یه دونه تجربه که یاد گرفتم، خیلی همه دنبال اینن که پروداکت رو چی بیارن، پروداکت رو چی بیارن، اصلا مهم نیستش تکنیکلی. تو باید ببینی چقدر میتونی مارکتینگ انجام بدی. مارکتینگ خیلی مهمتر از پروداکته. تو اگه یه دونه مثلا چراغ قوه بیاری میتونی بفروشی $3 که کمترین مارکته، ولی تو مارکت داره چراغ قوه $300 هم فروش میره. به نظر من ایرانی ها مخصوصا، حالا چون شاید من باشون بیشتر دیر کردم، خیلی همه دنبال قیمت رو بیت کنن، فقط از من بازار فقط تجهیز گرفتن که این چند میده من کمتر میدم. این احمق ترین راه بیزنس کردنه. این باعث میشه که فقط هی کیفیت بره پایین، درآمدت بره پایین و بیزنس واسه بقیه از بین ببری، مارکت رو خراب کنی. این خوراک چینی هم البته هست، درسته، چینی ها و ایرانی ها خیلی تو این کار خوبن، شاید میتونیم آسیایی ها اینطوری هست. به خاطر همین این کارو بهش فوکس نکن. تو یه چیزی که میتونی مارکت کنی و بیار، مثلا میگم الان من با پوریا کانکت کردیم، بعد با چند تا بچه های معروف هم کانکتیم، من میگم بچه ها بیای ما یه دونه ودکا بزنیم، درست؟ این مکسنس میکنه، پولشو پوریا میذاره، دنبال کاراش من میدونم دیگه، داستان این تو پولش میذاره دیگه، تابجی میکنی فکر کنی چی what color is your Bugatti what color is your Lamborghini دیدی جواب چیزو مانی خوش بیم what color is your Bugatti which one تو پارکینگ ما هم دیدی خدای چند تا لامبورگینی بود دیگه، خیلی قوی بود، خیلی قوی بود. من باشم بودم پارک تر پارک کردم کسی نبینتش، جلوش از این چیزا گذاشیم سبزا. طبقه پایین نرفیم، طبقه پایین میباک داریم، واسه ماشین عجیب دیگه اونجا مثلا میره شوارو. چه کسافت کاری، مگه هوملس بودم میمدم اینجا. بعد واسه همین حالا اینو تو مغزتون داشته باشین. حالا یه دونه پرسونال اکسپریانس براتون میگم که اینو خودم توی کار فهمیدم، مطمئنم توی دانشگاه یه جایی اینو درس میدن. من یه زمانی شروع کردم میوه آوردن واسه یکی دو سال، واسه دلایل خاصی من واسه دو سال دست میوه تمام این مغازه ایرانی دست معمولی حالتایی، حالا تمامش نه 10 تاشو تا 11 تاشو. بعد چند تا مغازه ایرانی داریم اینجا به غیر از پرژیا؟ من که از آدم اشتباهی داری میپرسی، تو میدونی اتاق فرما 100% زیر 20 تا زیر 20 تا داریم، مثلا میگم 10 تا 11 تاشو دست معمولی داریم. تقریبا هر کی خونش میوه میخورد، من میگفتم 50% از من. تو ماشین من بوده این میوه یه جایی. بعد خب حالا من کانسپتم چی بود، من رفتم میوه رو از مزرعه آوردم. منطقه این بود که من میوه رو از وقتی که از درخت یا از زمین جدا شده زیر 24 ساعت به تو میرسونم. درست. یه چیزی گفت ویژی، زیر 24 ساعت به تو میرسونم، این قول من بود، واسه میوه خیلی قویه. و من اومدم اینو گذاشتم تو مارکت، تو به مغازه میفروشم دیگه، مغازه داره میفروشه $5 کیلویی فرض کن. من گفتم که خب من که خودم دارم به مغازه میفروشم و قدرتشو دارم، میتونم بفروشم $4 هنوزم پول درمیام، چون من به مغازه $3 فروختم و راضی بودم. اگه $4 بفروشم هنوز دارم راضی ام، کل مارکتم بیت کردم، استایل ایرانی و چینی مثلا. این کارو کردم، بعد از واسه 2 هفته سوئیچ کردم، کردم قیمت مغازه، کردمش $5. بعد از 2 هفته سویچش کردم، کردمش $7. حالا تو فکر میکنی کدوم بیشتر فروخت؟ وقتی $4 بود یا $5 یا $7؟ $7 دیگه. نه، همشون یکی فروخت، هیچ فرقی نداشت. هیچ فرقی نداشت کدوم بیشتر فروخت. فقط مارکتینگ من جاهای متفاوت کار میکرد. یعنی من که نمیدونستم، من کل گفته بودم تو 20، حالا نه تو 20، یعنی گفتم تو کل دایره 5 کیلومتری ماش تبلیغ کن. درسته. وقتی که $4 بود از طرف میپل ریج و اونجاها اوردر می اومد، جایی که مثلا مزرعه داره دیگه توش. بعد وقتی که $5 بود از طرف خونه خودم و اون طرفا بود، وقتی که رفت به $7 اومد وسفن و داون تاون. دقیقاً کاستمرات فرق می‌کرد. ولی فروش یکی بود، یعنی 25 تا ما سلز داشتیم در روز. سوال بپرسم، تو بیشتر دنبال این هستی که تعداد بیشتری بفروشی سود همون مقدار داشته باشی، یا تعداد کمتری بفروشی همون مقدار سود داشته باشی؟
من سوالی بودی بپرس؟ تو دنبال این هستی که تعداد بیشتری بفروشی همون سودو بکنی یا تعداد کمتری بفروشی همون سودو بکنی؟ من تعداد بیشتر بودم همیشه. اوکی. ولی الان سویش دارم میکنم چون احساس میکنم اشتباه کردم. یعنی کوالیتی اوور کوانتیتی داری میری؟ آره من دارم میرم کوالیتی. من همیشه کوالیتی بودم. درسته. اصلا جالبیش همین بود. من اتفاقی افتاد. یعنی میگی 4 دلار معروف میگن کوالیتی نیست. دیگه. آره معروف اشتباه میفهمیدن. چون من چیزی همین بود که مثلا میرفتم تو چی میگفتم آقا این مب چند؟ میگفت اگه بخوش پلاستیک تخمی بذاریم 270، اگه از قوی ترین چرم دنیا که مثلا 13 تا کلاس هستش میگفت کلاس 13 رو استفاده کنیم میشه 320. درسته. یعنی 50 دلار فرق معامله بود توی مبلی که مثلا تو کانادا داره میفروشه 2700. بعد من گفتم خب اگر این داستان اون حروم زاده ای که اینو میاره چرا اصلا کانسیدر میکنه پلاستیکو؟ آره چرا تمام کانادا پر نیست از این چرم شماره 13؟ بنده اون فکر اون 50 دلار آخره. بعد من همیشه میمدم گفتم خب اوکی من 320 میارم 500 میفروشم، اون حروم زاده 270 میاره 3000 میفروشه. درسته. ولی مارکتینگش قوی تره. و من همیشه میخواستم به مردم بگم آقا بیا پولتو بده به من، من آخرین جنسو به تو میدم. درسته. در بهترین قیمت. مردم اینو نمیتونن باور کنن. درسته. و معلومه فهمیدم که معلومه اینو بیارم به جای 2700 بگم 1700. درسته. دو سالم روش وارنتی بدم. درست. بعد اونو میاد با خوشحالی میخره. سوال داشتم توی ایران آمازون کار میکنه؟ نه ولی یه چیزی دارم مثل آمازون اسمش نمیدونم چی، دیجی کالا. نه منظور اینه که تو نمیتونی الان مثلا اوکی شاپیفای هم تو ایران کار نمیکنه؟ نه یعنی تو نمیتونی کلا کانادا و آمریکا با ایران چیزن تحریما، هیچ چیزیشون نمیتونه استفاده کنه. حتی آیفون دیگه کار نمیکنه. یه نفر از توی ایران یه آی دی بگیره از کانادا بندش میکنه، یعنی اون لحظه که بزنی آدرس ایرانه اکانت تو میبنده. آدرس رو چی بزنی ایرانه؟ چون جنس رو تو بخوای بگیری دیگه. نه این جنس از ایران نمیگیری، مثلا شاپیفای داستانشه که تو یه سری جنس از چین میگیری میذاری روی آنلاین میفروشی و بسته‌بندی اینا خودشون میکنن. تو آره اونا دزدیه، اونا کار نمیکنه. کار نمیکنه تو ایران. نه اونا فقط واسه نفر اول کار میکنه، یا مثلا یه یارو هستش مثل من از سال 2001 آنلاین 280,000 تا فیدبک داره. آره خب اون دریس میده جاشمی میاره میفروشه. مثلا دوستم یه قلاده سگ درست کرده، توی اینجا مثلا قلاده 100 دلاره، از علی بابا میگیرتش 10 دلار، بعد گذاشتش رو آمازون مثلا 20 دلار. هر روزم ارزون ترین پروداکت آمازون الان مثلا قلاده. خب میفروشه ولی میفروشه. میگم یه نفر اوله هیچ کاری هم نه خیلی هست. بعد از نظر هنوزم خیلی جواب میده از نظر من. اگه جواب میده خیلی مثلا توی ایران میتونه یه نفر این کارو بکنه یا نه همه چیش بنه، نمیتونه پیمنتش رو بگیره. یعنی دنیا زحمت داره میکشه که نظر اتفاق بیفته. اگه داشته باشه مثلا جای بیرون از ایران که ما مثلاش هندل کنه و بخواستش بگرسه. اوکی خب پس بریم یه آدم خوشبخت انتخاب کنیم واسه یه قرعه کشی که 10 میلیون دلار میگیره دیگه. بابا اینا کجاست؟ ما من نمیتونم کامنت بزنم تلفنم کو. نه دیگه الان توی تموم شده دیگه، همین الان میخوام انتخاب بکنیم. و اینکه این پادکست هم اپیزود 1ش از کانال من میاد، اپیزود 2ش از کانال سهیل، پادکستی هم که با سهیل داریم که هفته پیش ریکورد کردیم، اپیزود 1ش از کانال سهیل میاد، اپیزود 2ش از کانال من میاد. روی اونم یه 25 میلیون داریم برای 1000 تا کامنت. آره و اونم که با سیجاده هم یه دونه 40 میلیون که اگه سپهرم بیاد میشه 60 میلیون. لطفاً چیز کنین دیگه کامنت ها، من میدم دست تو چون من خودم نمیخوام بیارم. تو همین برو این الان زیر ویدیو یوتیوب دقیقاً این 800 تا کامنت گرفته است. 800 تا کامنت گرفته. خب این چرا پس شده؟ کجا رفتی؟ از جای اشتباه نرفتی؟ آه نه همش همونه اینقدر کامنته. نه اشتباه رفتی، بذارم میان دوستش کنم. کدوم ویدیو؟ من یه بورد کامنت. آره ولی همه ویدیو رو نشون میده. اوکی بعد اینم بعد ریموف کنی، اینم بعد ریموف کنی. خب بذار ببینم درست شد. چون بعد 800 تا کامنت بشه درسته؟ آره دیگه همینجا هست. بعد هر صفحهش فکر کنم 40 تاشو نشون میده. ولی نمیاد دیگه. اوکی بذار من روی خودم برم. کدوم ویدیو هستش؟ این ویدیو آخری. 485 تا ویو. بعد این زیرش بری کامنت این هم وردار. اوه باید میکیش باشه. هیچ کنون ریپلای کردی؟ ریپلای کردم. آره بس اینو باید بکنیم. به اونایی که ریپلای کردی میخوام جایزه بدم. نه نه به همه بده. تو خیلی شد دیگه من ریپلای نکردم اونطوری فیر نیستش. خیلی خیلی
ببینیم کیو. آقا من نمیتونم باور کنم. فقط داره من 20 تا کامنت نشون میده. من چه تو دارم میفته؟ خب بذار از تلفن خودم میام. آره برات تلفن خود بده. یه ویو هم میدم. یکی از اینم میشد رفته یه دقیقاً اون یه من اسمو میگم. ما انتخاب میکنیم. پوریا. بیا اینجا فکر کنم همش اومد. اوکی. این بست. هر کی به من گفته تاپ جی اندرو تیت ایران رو انتخاب کن. خب چه مومنتیه. خیلی خب میگه من چرا با پول بدم. میگم دیگه تاپ جی با همین چیزا میاد بکنی چی. اینجا ببینیم بچه ها. خب What the hell. من اینو دیدم اونجا ازش خوشم اومد خواستم اینو انتخاب کنم بعد فقط چون ده بود بیخیالش شدم بعد الان دوباره همون اومده این یه دقیقه وایسا. آها نه من میخواستم این اتفاق بیافته فهمیدم خیلی طرف بد چون دوباره انتخابت کردم ولی نگفتمت خاکرسم خدا رکی تو بنده بشی خب دیگه من تا پنج میشمارم تو یکی انتخاب کن یک دو سه چهار وایسا وایسا وقت کمه پنج بسته بسته بذار خیلی خواهی اسمش هست علی کلان 772 چی گذاشته؟ لایکش میکنم زده پوریا زده پوریا با یه دونه چیز آبی آقای علی کلان آقا من خواستم به نفر اول جایزه رو بدم ولی نشد نه عوضش نکنیم علی کلان 772 به امروی اینستاگرام بذار ببینم دارمش یا نه اینستاگرام ایدیش چیه؟ اومدم عکس بگیرم خاموشو من ازش اسکرین شات گرفتم این من می‌خواستم نفر اکامت اول بدم ولی نرسید علی کلان 772 اسکرین شات هم گرفتم واسه ادیت خب علی کلان به من مسیج بده ببینم که اگه توی اینستاگرام فالوم کرده بودی تا قبل این ویدیو میگیری کاداتو تو اینستاگرام ببینم یه سرچ علی یه حالی هم ما بده دیگه یه کباب کوبیده اون که جیو چاقو اینتری میکنه خب اینجا دیگه نگاه کنم علی کی آخه نمیشه که اون یه دونه علی خیرخا 79 79 بود نه 77 بود 72 اینا اشای اسکرین شاتش هستی 772 بود علی کلان نه بنویس علی کلان یه لغت خب من همه علیامو الان اسکرین شات میکنم خیلی زیاده رو تو علی واه چقدر علی داری یا علی واقعا خب علی اقتصادی نه اقتصادی خب من نمیدونم دیگه علی 772 الان آیدیش اصلا نیست حالا به من مسیج بده من کلنام بالا بنویسم بذار میخوایی یه دونه استوری کنیم روی اکانت که اینستاگرام همونم باشه بیاد بالا طرف متوجه شه نه دیگه باید رو ویدیو ها بیاد ویدیو ها یوتیوب باید بیاد بیاد وقتی میاد بیرون باید بیاد باشه چون همه اینگیجمنت داره اون موقع میخوایی اوکی باش آقا این اپیزود تموم شد دمتون گرم که تا اینجا با همون بودین لایک سابسکرایب کامنت یادتون نره لطفا چرا به خاطر اینکه اگه این کارو نکنم ما دیگه ویدیو نمیسازیم دیگه درسته درسته ولی خدا یکی چرا نکنی این همه چیز خوب توشه واقعا هر شده بری به هم میفرستیم اینو بفرستیم یه چیز زیاد بگیره به خدا دمتون گرم فعلا چکس